خب اومدیم از طریق اومدیم این طرف که با برنامه تحصیل در امارات این هفته با شما باشیم. این هفته میخوایم که براتون در مورد دانشگاه‌های مورد تاییدی که برای مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران هست براتون بگیم و همینطور در مورد انتقال واحدها. شما میتونید تو وبسایت برین که جزئیات بیشتری رو ببینین و برنامه‌های قبلی هم یه دیتیلی گفتیم براتون و حالا لیست این دانشگاه‌ها رو براتون دونه بدونه میگیم که شما هم مطلع باشین. اولین دانشگاهی که هست دانشگاه ابودبی یونیورسیتی که تا مقطع کارشناسی ارشد، البته با شرط آزمون، میتونین که ادامه تحصیل بدین و پس از اون United Arab Emirates University تا مقطع کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون و American University of Sharjah AUS تا مقطع کارشناسی. چهارمین دانشگاه عجمان University of Science and Technology که همینطور تا مقطع کارشناسی و Emirates Aviation College تا مقطع کارشناسی، فقط رشته‌های جهانگردی، حمل و نقل هوایی و مهندسی هوانوردی. و ششمین دانشگاه American University of Dubai AUD با شرط آزمون میتونین تا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل بدین و پس از اون University of Wollongong in Dubai همینطور با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی و University of Sharjah مثل دانشگاه قبلی با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی. و آخرین دانشگاهمون و اسپانسر محترم برنامه‌مون Canadian University of Dubai که همینطور با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی میتونین ادامه تحصیل بدین. وقتی که توی وبسایت برین این لیست دانشگاه‌ها رو که ببینین، در زیر این لیستا نوشته که برای مشاهده نظام آموزشی و چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌هایی که در کشورهای عربی واقع هستن اینجا کلیک کنین. روی کلمه اینجا که کلیک بکنین این لیست میاد و شما میتونین پیگیری بکنین که چطوری باید این کار رو انجام بدین. و همینطور نوشته شده برای مشاهده لیست دانشگاه‌هایی که مورد تایید ایران وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که اونم میتونین روی کلمه اینجا کلیک بکنین و ببینین که لیست کامل دانشگاه‌ها میاد برای شما، دانشگاه‌هایی که در خاورمیانه هست، در دبی، لبنان و بقیه کشورهای دیگه دنیا، آمریکا، کانادا، و ببینین که چیکار کدومو می‌خواید که انتخاب بکنین برای ادامه تحصیلتون. و دیگه اینکه در برنامه‌های قبلیمون براتون در مورد انتقال واحدها یه توضیحی دادیم و حالا یه دوباره یادآوری کوچیکی می‌کنیم و اون اینه که انتقال واحدها به سه حالت ممکنه و اینکه اولیش به این صورته که شما دارین در ایران تحصیل می‌کنین و حالا در وسط درستون انتهاش و ابتداش میخواین به امارات بیاین که این کار رو میتونین انجام بدین. و حالت بعدش اینه که انتقال واحدها از امارات به ایران که این یه مقدار آسونتر و سریعتر انجام میشه. و دیگه اینکه سومین حالت هم اینه که واحداتون رو انتقال بدین از امارات به دیگر کشور، از قبیل کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای دنیا. خب اینا هم میتونین به دو صورت انجام بدین، به صورت مکاتبه‌ای که به اون وبسایت اون دانشگاه مورد نظر برین که بازم اونم ما براتون آسون کردیم، میتونین به وبسایت study-ai.com برین و ببینین که چطوری باشون ارتباط برقرار میکنین، چه شرایطی لازمه و چه مدارکی از شما میخوان که بهشون ارائه بکنین اون مدارکو. و یا اینکه اگر در همون کشور هستین یا مسافرت میکنین به اونجا، حضوراً به اون دانشگاه برین و باهاشون صحبت بکنین و ببینین که به چه شرایطی احتیاج دارن. و دیگه اینکه برای کسایی هم که در امارات تحصیل میکنن این امکان فراهم اومده، مثل برای مثال دانشگاه آمریکایی یا انگلیسی که سمستر آخر درسشونو به اون کشور مورد نظر، بر فرض مثال اگه دانشگاه آمریکایی هستن، به آمریکا برن و اونجا درسشون رو تموم بکنن و فارغ التحصیل بشن، یا حتی اونجا هم اگه خواستن برای تخصص بمونن و درسشون رو ادامه بدن.
خب اینم بود برنامه این هفته ما در از اسپانسر محترم برنامه‌مون Canadian University of Dubai دوباره تشکر می‌کنیم. میتونین که هر چه سریع‌تر اقدام بکنین برای ثبت نام و ببینین چه رشته‌هایی دارن، رشته‌های خیلی خوبی دارن و شما میتونین حتی شرایط پرداخت خیلی خوبی هم برای دانشجویان ایرانی فراهم کردن که میتونین باهاشون صحبت بکنین، تماس بگیرین و به وبسایت ما هم که برین در همون بالا کلیک بکنین در مورد دانشگاه کانادایی نوشته شماره تماسشون، وبسایتشون، هر دیتیلی که میخواین میتونین از اینجا از وبسایت ما به دست بیارین. مرسی که با ما بودین، برمیگردیم به اون استودیو، با ما باشین. مرسی.